عزیز من اتفاقی نیفتاده. فقط اومدم به من خبر بده همین. شاید دیگه تماس نگیره. بله قربان. اون خودش از شما تقاضای کمک کرده. خودش هم ماجرای اون ساک مواد رو لو داده. و قرار شده که جاشو به شما نشون بده. اینطور نیست؟ منظورتون چیه قربان؟ میخوام یکم جدیتر به قضیه نگاه کنیم. حتما برای شو اتفاقی افتاده. من مطمئنم. منم همینطور. شما چقدر به این خانم اطمینان دارید؟ چی میخوام بگی قربان؟ من مرددم. بین این خانم و نادر حتما باید ارتباطی باشه. من نسبت به همکاریشون با هم مشکوکم. آخه برای چی قربان؟ چرا با آدمی که باید توی این مدت آزار و اذیتش کرده باشه همکاری بکنه؟ به نظر من هر احتمالی باید بررسی بشه. از یه چیز مطمئن. از چی؟ اینکه اگر این خانم به هر نحوی تاکنون از خطر دور بوده، متاسفانه از این لحظه بعد کاملا در خطره. چیکار باید بکنیم؟ همون کاری رو که معمولا تو این شرایط انجام میدیم. کنیم. نمیشه که همجوری دست رو دست بذاریم. یعنی من مرده شور برده توی این اوضاع باید بودن و نبودنم یکی باشه؟ زهرا بذار من باش حرف بزنم. اون باید به من جواب پس بده. خودش میدونه چه قولایی رو گذاشته زیر پاش. باید یه کاری کنیم. چی کار کنیم ها؟ برم ساکو بهش بدم؟ اگه قبلا بود میگفتم آره، ولی الان تنها برگ برندمونه. ترسم دستش با اون ساک برسه بازم کار خودشو بکنه. بذار من بهش زنگ بزنم. نه نه، میترسم اگر بفهمه به تو گفتم بهانه تازهی برای اذیت کردن شیرین پیدا کنه. چاره دیگه ای نداریم. اگه زنگ زد همینجا باش قرار بذار. بقیهش رو بسپار به من. خوی شیرین جان، عزیز دلم، الان چه حالی داری تو؟ ندهد که قدم به چند بود؟ بیامو جون اینه یه گاز سفت بزن، بعدش بشین کارتون تماشا کن. چی دو داری برات بذارم ها؟ من که عاشق این کارتون تاماگلی ناغلا این خود جیرینم. بی بخور همون خودی همین خودتو تماشا کنه از صد تا کارتون بهتره. هیچ سگ و گربه به پای تو یکی نمیرسن. شب دلاده آقا موسا، تو هم لنگه منی بدبخت. زیادی 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 شانس بیادی ها، یه چند سال دیگه میشی به خوشتیپی منوش پمپی. تازه اگه سینه قبرستون یا کنج زندون نباشی. خواب دیدی خیر باشه. نمیذارم به اونجا بکشه، مطمئن باش. کاش دست خودت بود قلمبه. تاریخ مطلبت که تموم شد بیرونت میکنم. نری با اورنگی بیرون. اوه، نشونت میدم تاریخ مصرف کی تموم میشه. هنو منو نشناختی. فرداش خال اون بده قدوم به. پوست میکنم اشرف خانم، متوجه حرفای من که شد؟ این داروهاشو به موقع بدین.
شما که مرضیه رو میشناسین. اصلا برفش گوش نکنید، اون نباید تنها بمونه. من فعلا خودم گرفتار یه کاری هستم، کارم که تموم شد حتما خودم میام خونه. بله، اگه موردی هم اتفاق افتاد اول با دکتر زیایی تماس بگیریم، بعد منو خبر بکنی. خداحافظ. چیه؟ چی؟ یا آقا نادر زنگ نزن. کی؟ همین دختره دیگه، زهرا رو میگن. چرا باید زنگ بزنه؟ ای بابا، واسه خاطر اینکه خواهرش پیش ماست دیگه، باید بیاد جنسا رو تحویل بده. اولا اون نباید زنگ بزنه، من باید تماس بگیرم. دوباره من تو چی گفتی؟ حرف از جنس زدی؟ ای بابا ما رو گرفتی آقا نادر، ناسلامتی دیگه، ما جز شما شدیم دیگه. اگه واسه خاطر پس گرفتن همین جنس ها نبود که این دختره رو واسه شما دزدیدن. خوب به حرفان گوش کن موسا، دیگه اصلا خوش ندارم اسمی از مواد و جنس پیش من بیاری. فهمیدی؟ دیگه بهتره به زحمت بیفتی و بری دنباله یک کار بی درد سر، یک کاسبی بی خطر. بی خیال آقا نادر، از این قول و قرار رو نداشتیم. مگه نگفتین که پول دار میشیم؟ گفتی جیگر میخواد و کله خر بودن. کارهای سخت سخت رو کردیم تموم شد، حالا میخواد دکمون کنی؟ تو میخواد چی بشی پسر؟ چی میخواد گیرت بیاد؟ فکر نکن که باهوشتر و زرنگتر از منی، اینم خیال نکن که بیشتر از من به دست میاری. نه، وقتی که همه اون چیزایی رو که خواستی به دست آوردی، تازه میفهمی که هیچی نداری، هیچی. ولی آخه یه روز به حرفای من میرسی پسر. واسه ما شده پدرش به تو نصیحت میکنه لاکردار. گلوم به بعد یوی سوسکت کرد زهر ما پومپی. بخو همه، بخو. میخوای کارتون خرگوشی بعد گرگ ناقلا رو بذارم؟ من یکم دیر رسیدم ولی نه اونقدی که نتونه منتظر بمونه. همینجا هم دنبالش گشتم، ما پیداش نکردم. شماره تلفن من داره، شماره اینجا هم داره، انشالله تماس میگیره. نمیفهمم یعنی چی شده؟ زهرا اصلا آدمی نیست بیخبر بذاره بره. هیچ کس هم غیر از خودمون از اومدنش با خبر نیست. منم میخوام از همین مطمئن شم. تصور نمیکنم خوشم به کسی چیزی گفته باشه. تقصیر منه، همش تقصیر منه. نمیبایست میذاشتم کار به اینجا میکشید. لعنت به من. چیزی نشده دایی، پیداش میکنیم، به بچه ها سپردم. دیگه میخواستی چی بشه؟ من پای اونو به این ماجرا کشوندم. بابا دوباره شروع نکن. راست میگه دیگه دایی، چیزی نشده که. دایی، دایی معلوم میخواد چیکار کنی؟ ولم کن، باید یه خاکی تو سرم بریزم یا نه؟
این کار نادره، کار خود کثافتشه. خیلی خوب دایی، شما هیچ چیزی میدونید باید به من بگی. کاری از دست تو بر نمیاد، از دست هیچ کس بر نمیاد، این فقط کار خودمه. از سرم برو کنار. دایی وایسا. دایی محض رضای خدا آروم باشین، بیگدار نباید با بزنین، ممکن خطرناک باشه. راست میگی بابا، شما الان حالتون خوب نیست. کاش میمردم، کاش میتونستم کاری بکنم. یعنی کجام؟ چه بلایی سرشون اومده؟ میدونم. بیا دیگه، شما الان حال تو خوب نیست، بیا استراحت کنین. ببخشید، ببرش. کجایی پس؟ چرا زنگ نمیزنی؟ چیه؟ پس چرا انقدر با این گوشی ور میری؟ مگه نمیبینی خاموشش کرده؟ خودش به موقعش زنگ میزنه. یعنی امیدوارم. کاش میشد به امیر خبر بدم، کاش الان اینجا بود. باید به فکر شیرین باشی. ببین زهرا، دخالت هر کس دیگه ای میتونه قضیه رو جور دیگه ای بکنه. خودشه، نادره. پس چرا جواب نمیدی؟ چون هنوز نمیدونم بعد چه غلطی بکنم. همینجا باش قرار بذار، بقیهش رو بسپار به من. جواب بده دیگه. بودو. الو. سلام زهرا خانم. من تصمیم خودم رو گرفتم، ولی قبلش باید با شیرین حرف بزنم. یعنی چی تصمیم تو گرفتی؟ ساکو تحویلت میدم. خب کجا؟ گفتم اول میخوام با شیرین حرف بزنم. الو. منم گفتم کجا تحویلم میدی؟ نزدیک خونه دایی مریم. چرا اونجا؟ کسی اونجا نیست، دایی صبح رفته تهران. نکنه خیالاتی به سرت زده ها؟ برای اولین بار خیالات من به نفع تو هم هست. حالا بذار با شیرین حرف بزنم. الو. بیدارش کن. گفتم بیدارش کن. بچه خوابه، هول میکنه. بدینش من آقا نادر. بلند شو. خبرت بچه کشتی. ساکت بیا. صحبت کن. آبجی تو. صحبت. حرف بزن. الو زهرا، تو رو خدا بیا منو از اینجا ببر. من میترسم. شیرین جان همه چی تموم میشه. من دارم میام پیشت. قول میدم. قول میدم. خیلی خوب دیگه بسه. گوشه رو بده شما من. شیرین جان. بدش من. الو. الو. بفرما. فقط یادت باشه به سرت نزنه که زرنگوزی در بیاری. این دیگه شوخی بردار نیست. هر کله خربازی بخوای در بیاری از جون آبجی کوچولوت مایه گذاشتی. فهمیدی؟ الو. الو. مثل اینکه دختره سر عقل اومده. خیلی خوب دیگه، بچه رو بردار بریم.
آقا نادر، واقعا میخوای بچه رو با خودت ببری؟ اگه از من میپرسی میگم صلاح نیست. چطور؟ خب نباس به زهرا اعتماد کرد. 1% هم شده باید احتمال بدیم که ناپرهیزی کنه، به پلیس گفته باشه. بچه هم اگه با ما ببینن که دیگه واویلاست، جرممون زیاد میشه. بچه دزدی رو میگم، کم جرمی نیست. قدوم به اگه گیر بیفتی مقصر تو ناجنسی ها، منم میرم شهادت میدم که نقشه دزدی بچه کار تو بوده. نه ترس، تا وقتی که بچه پیش ماست به پلیس خبر نمیده. قاعدتا نباس این کارو بکنه، ولی از اونجایی که یه خورده کله شق و قاطی داره بعید هم نیست این کارو بکنه. البته اینا همش احتمالات ها. قدوم به بهتره بگه خیالاته. خیالات تو کله اونه که از صبح میره میشینه میکشه این مخش زنگ میزنه. هستی دنم دستو بکرش. آها. بیراه هم نمیگه، ولی اگه بچه رو نبریم جنسا رو که تحویل نمیده. داش موساد فکر اونجاشم کرده. شما پا میشی میری سر قرار، حرف دختر اگه حرف باشه اونم میاد سر قرار، اون وقت شما یه زنگی به ما میزنین، ما بچه رو ور میداریم میام همین دورو برو میپلکیم تا شما جنس رو رویت کنین. جنس رو که رویت کردیم اون وقت ما بچه رو میاریم تقدیمشون میکنیم. خوبه؟ فکر خیلی خوبیه، ولی چرا جای ما عوض نشه؟ یعنی اول تو بری بعد من بچه رو بردارم بیارم. ده نه دیگه، نشد دیگه، نوکرتن. طرف حساب اون دختر خانوم شمایی، واسه ما هم که تره خورد نمی کنه. یه وقت دیدی از پس دادن این جنسان پشیمون شد. تا اینجاشه که شیرین رفتیم، نذار آخرش خراب شه. باور کردی؟ میخواستم ببینم که چی میگی. آدم عاقل که گوش و دست گربه نمیده جانم. بشین پای تلفن تکونم نخور. ای بروی چشم. بچه حالش خوش نیست، میبرمش حیات، یه خود یه هوا بخوری. لازم نکرده تو دایه مهربونتر از مادر بشی، ولش کن. ببین شاید تو دورت به این بچه برسه، ولی ببین منوش پمپی خوابشو ببینی. ولش کن بدم، ولش کن خودم بی آره ببرم با این پورتو چه بویم میده. کجا قایم کرده؟ چطوری منوش پمپی؟ تو چه؟ چیه؟ خمار میزنی؟ برو برو خودت بساز، من مراقب بچه هستم. ای مادمودک قلنگه، تو دلت واسه من نسوخته. لاغا یه کلکی تو اون مخت هست که من مودم آقا تماره؟ هر جور راحتی، من خواستم یه خیری بهت برسونم. همینجوری تو خماری بمون تا بمیری. چطوری همون؟ قلومبی من به این راحتی ها نمیدم. چرا؟ چون بادم دونه بم آفر نداره. بگیم همون منوش پمپی
خماری نداری. چیه؟ چی شد؟ ساکت شدی؟ دهنه تو افتاد؟ شکایت نکنی. چی گفتی که اصلا حالم دگرگون شد. یپ قلوم به میشه یه چند دقیقه بی درد سر اینجا مراقب باشی بچه رو من دست بابی بدم و برگردم. میدونی چند نفر آدم رو تو عملیشون کردی؟ حالا واسه ما احساساتی شدی؟ برو بابا خیالت راحت هستن. فقط به خاطر تو دارمت. جلدی اومدم. کجام؟ برو تو بشین کنار آب دریا. بودو رو همون تخت بشین. همونجا بشین تا عمود بیا. بیا آرام اینجا کسی نیست. پومپی اومدی بیرون سه تا آفتاب آب بریز توش. کجا همون؟ نترس بیا بریم. بیا کجا بریم؟ بریم پیش خواهرت آبتی زهرا. بیا دروغ چیه؟ بریم دیگه. من نمیم خواستی خواهرت رو ببینی. نمیام. چیه؟ بریم. کجا در میری؟ سر کن برو جد سر کن ببینم. سر صدا نکن. سوار شد. ساکت بشه. سر صدا نکن. بسیار خوب، متشکرم. حاضری؟ آره. خوب گوشتو وا کن. امروز به کمکت احتیاج دارم. جاییه که فکر میکنی زهرا و شیرین رفتن باید بهم نشون بدی. فهمیدی؟ باشه. دایی بازم ازت خواهش میکنم. هیچ کاری انجام ندی. به ضرر هممون. کی ساری یک؟ بله آقا. اومدم. بودو. خداحافظ. خب منم رفتم دیگه. خداحافظ. خداحافظ بابا. راستی اون دوایی که آقا امین واسه تون گرفته بود من گذاشتم تو کمد، هر وقت لازمتون شد بردارید. خداحافظ. بابا چیه؟ چی میخوای بگی؟ هیچی. دیگه خیالم راحته. وقتی شما به من قول بدید دیگه تمامه. نگران نباش بابا. امیر و دوستاش اینجا رو کردن قلعه فلک و الافلاک. کاری نمیتونم بکنم. برو بابا جیم. به سلامت. خداحافظ. یه پایین هجوم. زهرا که اینجا نیست.
تو گفتی اینجا منتظرمونه. میاد، حتما میاد. از معلومه قبلا هم اینجا اومدی. آره دختر خوب؟ زهرا اینجا نیست. بیا بریم، حرف نباشه. مبادا کی؟ همین امروز، همین الان من باید سر و پا باشم تا بتونم پیداش کنم. سر و پا نیستم، حالم بده، باید خوب بشم تا بتونم کمکش کنم. بچه هم قول دادم. که میخوای تمومش کن؟ قول دادم. تو امامزاده قایم کردی همینجا؟ نمیدونم. خوب فکر کن ببین اون روز اومدی آبجی زرات این بری رفت، اون بر رفت، این بر رفت، این بر کدوم بر آخه؟ نمیدونم. ای بابا همه شد نمیدونم نمیدونم. خیلی خوب نگو، حالا که اینطور شد من میرم تو رو تنهات میذارم تا سگا بیان بخورنت. تو رو خدا زب کن. خیلی خوب آروم باش، گریه نکن، شوخی کردم نمیرم. فقط درست فکر کن به من جواب بده. اون روز که با آبجیت اومدی آبجیت ساکو ورداش کدوم وری رفت ها؟ درست فکر کن. تو اینجا چه کار میکنی؟ اومدم باهات صحبت کنم. خودش جرأت نکرد بیا، تو رو فرستاده. آره؟ باورم نمیشه که این کار کرده باشی. بذار بسه یه وقت دیگه، فعلا کار مهمتری دارم. برو بریم. شیرین کجاست؟ ببین مریم، این قضیه به تو هیچ ربطی نداره. زهرا باید جواب کاری رو که کرده بده. گفتم کجاست؟ چی کجاست؟ چرا داد میزنی؟ پس انتظار داری باید چی کار بکنه؟
این بود اون قول و قرارات؟ مگه نگفتی دیگه دورو بر کارهای خلاف نمیری؟ هنوزم سر حرفم هستم. این قضیه هیچ ربطی به این موضوع نداره. فقط حسابیه که باید بین من و زهرا تصفیه بشه. اگه این کار خلافه، بهت قول میدم آخرین خلاف عمرمه. خوبه؟ تو هم بهتره خودت قاطی مسائل نکنی. حالا برو. میخوام به کارم برسم. مگه با تو نیستم؟ پاشو برو. مثل اینکه تو تهدیدم سرت نمیشه نه؟ فکر میکنی اگه مریم رو بندازی وسط میتونی قصر در ری؟ بذار خیالات راحت کنم. برای اینکه رو تو کم کنم، اگه لازم بشه از مریم هم میگذرم. بیشتر از اینم بخوای با هم بازی کنی، یه داغی رو دلت میذارم که تا آخر عمرت فراموش نکنی. حالا دلت میخواد یه بار دیگه خواهرتو ببینی یا نه؟ چیه؟ چرا حرف نمیزنی؟ بیا کنار آبگیر. یادت باشه این آخرین فرصتی که بهت میدم. گفتی اینجاست؟ ده بیادی که حواستو خوب جمع کن ببین چی میگم. دورورتو نگاه کن ببین کجا بوده. شوخی هم نمی کنم ها. ببین اگه میخوای سگو نخورنت باید راستشو بگی. دروت رو نگاه کن بگو. ده بگو دیگه. اونجا نشسته بود. اونجا؟ یعنی ساکو اونجا قایم کرده بود؟ قربونت برم الهی. بیاری اونطور شد که من میخواستم. بالاخره با پای خودت اومدی. خواهرم کجاست؟ همین دور و براست. ساک کجاست؟ اونم همین دور و براست.
اول شیرین رو تحویل بده. اول امانتی من. اول شیرین. هنوزم لجباز و یه دنده‌ای. ولی دیگه با این ادا و اصولها نمیتونی کاری از پیش ببری. از کجا بدونم کلکی تو کارت نیست؟ من اون بچه زغزغه رو واسه چی میخوام؟ همین که ساکو تحویل دادی؟ تلفن میزنم که بیارنش اینجا. چطوری توقع داری حرف تو باور کنم؟ چاره دیگه ای نداری؟ بگو کجاست؟ اونجا، اون پایین. اونجا؟ جای خوبیه برای مخفی کردن یه ساک. برای مخفی کردن یه ساک یا مخفی شدن چند تا مأمور؟ اگر میخواستم با پلیسا طرفت کنم الان اینجا نبودی. دیگه بهت اعتماد ندارم. چاره دیگه ای نداری؟ درست مثل من. بایست ببینم داری کجا میری؟ جلوتره. مگه اون ساکه لعنتی رو نمیخوای؟ بهتره دعا کنیم هیچ کس غیر از من و تو اینجا نباشه. احتیاجی به اون نداری. بالاخره میای یا نه؟ را بیافت. من همینجا چالش کرده بودم. یا برام پیداش میکنی یا همینجا دفنت میکنم.